أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه با کسب اجازه از حضور محترم استاد محمد عاطف و دکتر صاحب فصیح الله و سلام و احترامات خدمت همه برادران عزیز خواهران گرامی که در اینجا حضور دارن. موضوعی که درس هست به ادامه امو درسهای گذشته قضایایی را با شما در جدیان خواهد گذاشتیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. در هفته های گذشته پیرامون قضایایی که صحبت کردیم به این نکته اشاره کردیم که در درس های اسلام شناسی از اسلام آغاز کردیم و گفتیم اسلام یک واژه و کلمه ای است که عرصه های مختلف زندگی را در بر میگیره. در تعریفی که انجام شد که عقیده و عبادت و اقتصاد و سیاست و تعلیم و تربیت همه را در بر میگیره، چنانچه جهاد و مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر همه از این معانی در واژه اسلام جای داره. و آغاز کردیم به ارکان اسلام و گفتیم که پایه و اساس تئوری و عملی همه ارکان شهادتین هسته و در مورد شهادتین گفتیم که کلمه شهادتین دو بعد لا اله الا الله و محمد رسول الله داره و او هم به این معنا که هیچ معبود، هیچ مرجع اطمینان، هیچ محبوبی، هیچ پناهگاهی، هیچ مالک و هیچ کسی که قابل اطاعت کامل باشه وجود نداره مگر الله متعال. و این پیام و این کل قضایایی که ما به او میگیم از طریق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما و شما رسیده. و شهادتین گفتیم که ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به پیامبران، ایمان به روز آخرت، ایمان به تقدیر و قدر خیر و شر از او همه گیره در بر میگیره. و موضوعی که امروز پیرامون از او صحبت میکنیم ویژگی های یک ایمان راستین، عوامل ضعف ایمان، عوامل قوت یا وسائل که ایمان تقویه میکنه چی هست و نشانه های ای ایمان راستین کدام ها هست، به اینها خواهیم پرداخت. و طبعا در هر چهار موردی که من ذکر کردم در هر کدام از اینها علما و دانشمندا در کتاب‌های کسته بسیار عوامل، بسیار اسباب، بسیار ویژگی‌های ذکر شده. من طبعا در این جی به برخی از اونها بسنده میکنم و برخی از اونها رو یادآور میشم. اول در مورد ویژگی‌های یک ایمان راستین که ایمان راستین چی ویژگی‌هایی داره. اولین ویژگی در یک ایمان راستین ای هست که پیام او کسی را که به او ایمان داره اجابت کنه، اجابت دساتیر فرامین الله متعال و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم. اولین ویژگی یک ایمان راستین است. الله متعال در قرآن کریم می فرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنین فرمان الله متعال، آنچه که از جانب الله متعال هسته و آنچه که رسول صلی الله علیه و سلم برای شما میگه. اذا دعاكم لما يحييكم، وقتی که شما را دعوت میکنه پیامبر با آن چیزی که شما را زندگی میبخشه، حیویت میبخشه. پیام الله متعال همه فرامین و همه دساتیری که هسته برای انسان زندگی و حیویت و نشاط و تازگی میبخشه و او زندگی انسان در گرو اطاعت و پیروی درست از فرامین الله و رسول از او میباشه. و در آیات دیگری واضح میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فاجتنبوه. فانتهو. آنچه که الله متعال برای شما، آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما آورد،
شما او رو میگیرین و آنچه که شما رو نهی میکنه از او شما دوری میکنین و از او دور میشین. این یکی از نکته های عمده هست و اگر ما خواسته باشیم به بعضی از نمونه های در تعامل اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در این قضیه اشاره بکنیم، به برخی از داستان ها و روایت های که مملو از کتب سیرت، کتب تفاسیر و کتب حدیث از او برمیخوره. از او جمله یکی لبیک گفتن به ندای جهاد هست. روایت مشهوری هست که حنظله رضی الله عنه در شب ازدواج خود به معز از این که هنوز صبح کامل نبشده و اون صدای ندای جهاد به گوش از او میرسه و فریاد میزنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف جهاد دعوت میکنه. ای عاجل لبیک میگه و ندای جهاد در و به صحنه جهاد میشتابه. وقتی که در جهاد میره و شهید میشه و به خاطر از او هست که ملائک او را چگال میکنن و غسل میدن و او را به عنوان غسیل الملائک یاد میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر از این لبیک گفتن از او، اجابت بدون درنگ از او که به محض از این که ندار میشنوه که ضرورت است که تو بیرون شوی به این کار و او بیرون میشوه، به خاطر از او این شرف رو پیدا میکنه که او غسل از او توسط کی باشه؟ ملائک باشه. وقتی که آیه قرآن کریم نازل میشه در پیشگاه پیامبر اصحاب نشسته هستن و پیامبر میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی هست که قرض بده به الله متعال، قرض حسنه ای که الله متعال بر از او چند برابر میکنه، او اجر بسیار بزرگی داره. در پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحاب نشسته هستند و از او جمله ابو دحداح هست رضی الله عنه. ابو دحداح رضی الله عنه برای پیامبر روی خود میکنه میگه آیا پیامبر، ای پیامبر خدا، آیا الله متعال از ما قرض میخواه؟ میگه بله قرض میخواه. ابو دحداح کسی است که در مدینه بزرگترین بوستان را داره که 600 نخل در او هست و تجارتی که او بود، چیزی که در او وقت بود همون نخل بود و خرمایی بود که بسیار با ارزش و با اهمیت بود، باغ بزرگی است. میگه من این باغ خود را برای خداوند چکار کردم؟ قرض دادم. و همین می باشه حرکت میکنه میایه به طرف خانه و برای ام دحداح برای زن خود میگه یا ام دحداح از این خانه و از این بستان بیرون شو که میره به خداوند قرض دادم. بدون درنگ همسر از او هم چکار میکنه؟ لبیک میگه و از اونجا بیرون میشه. این نمونه درست برای اجابت ندای الله و ندای رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. اصحاب پیامبر به این شکل برخورد از اونا بود. در جای دیگه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن به خاطر جهاد اگه کسی پولی مالی دارایی داره بیاره خدمت بیای تقدیم بکنه، حضرت عمر رضی الله عنه میگه که من همیشه میخواستم که از ابوبکر سبقت بجویم ولیکن همیشه چکار بودم؟ ناکام میشدم. تا ای که در این روز تصمیم گرفتم هر چیزی که دارم مال دارایی خود نصف از اون رو برمیدارم و به سوی چی میرم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میرم و اینو تقدیم میکنم. میگه وقتی که آمدم تقدیم کردم بعد حضرت ابوبکر که آمد، حضرت ابوبکر آمد کل مال و دارایی خود رو در اونجا گذاشت و برای پیامبر گفت که کل مال و دارایی من در راه خداوند مصدقه کردم و برای خاطر از این چیز گذاشتم. و بعد از او میگن که چی گذاشتی در خانه؟ میگه ابقیت لهم الله، میگه او به خدا را در خانه بر از اونا نگاه داشتم. ای اجابتی هست که وقتی که پیامبر ندا میزنه که بیایم کمک بکنین او همه چیز خود را میاره و حضرت عمر رضی الله عنه میگه من بعد از این فهمیدم که ای سعی و تلاش من بیفایده است که من بتانم از حضرت ابوبکر پیشی بجویم در امر خیر و امر نیکی. و در حقیقت ما میبینیم نمونه واقعی که چگونه ابوبکر دلان تربیت یافته از این مکتب کل مال دارایی خود در خدمت پیامبر قرار میده به خاطر الله، توکل از او بر الله که واضح میگه که جز خداوند مدگه چیزی رو در اینجا باقی نگذاشتم. و به این ترتیب ما
و اینم واقعا ایمان داره، باور داره که اون مالی هم که از ما هست از خداوند هسته، به او خاطر همه چیز تقدیم میکنه. و این در حقیقت نمونه های از اجابت ندای الله و ندای رسول الله هسته که اصحاب پیامبر در مقابل از اونا چکار میکردن؟ انجام میدادن. دومین ویژگی این هسته که ترس از الله متعال و توکل بر او. الله متعال در قرآن الكريم میفهمه که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنین کسانی هستند که وقتی که خداوند ذکر میشه وجلت قلوبهم، قلب های از اونها به لرزه میآیه. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، وقتی که آیات الله متعال بر اونها خوانده میشه چیکار میشه؟ ایمان از اونها زیاد شده میشه، ایمان از اونا قوی میشه، ایمان از اونا بل ایمان از اونا افزوده میشه و قوت میگیره. و علی ربهم یتوکلون، و بر خداوند خود چکار میکنن؟ پروردگار خود توکل دارن. این قضیه اساسی هست که یک ایمان انسان هرگاه یاد از او از الله بیایه چکار میکنه؟ او انسان بلرزه میفته که چی کاری را باید انجام، چی کارهایی را انجام داده و چی کارهایی را باید انجام بده. در ذهن از او تداعی میکنه کل او اعمال که انجام داده، که آیا در اعمال را که من انجام دادم رضای الله متعال ما خواسته بودم؟ آیا من از الله متعال در کل او رفتار و کرداری که دادم از او اطاعت کردم؟ یعنی همیشه الله متعال در ذهن خود چکار داره؟ حاضر داره و ناظر داره و میدانه که الله متعال بر همه امور از او آگاه و عالم هسته. و وقتی که بره از او یکی از احکام الله متعال گفته میشه، وقتی که فرمان از او جمعه، وقتی که به او رجوع میکنه، وقتی که آیات الله رو میخونه، وقتی که قرآن رو میخونه، وقتی که نشانه های رو میبینه، کل از اینا سبب چی میشه؟ افزودن بر ایمان از او، افزایش ایمان از او میشه، قوت ایمان از او میشه، او دل میگیره و او بر این راه خود و بر او طریقی رو که در راه الله متعال انتخاب کرده با قوت بیشتر حرکت میکنه و در کل از این مسیر زندگی خود توکل خود برای الله میکنه. هیچگاه و از هیچ کس و هیچ چیزی در دل خود ترس جای نمیده. ترس الله که در قلب انسان جای گرفت، همه ترس های دیگه که هسته، از اون ترس های مادی و که از مال و دنیا و اشخاص و افراد و منصب و جا و جگاه باشه، همه گی از اونها میره. به این خاطر این اصل چی هسته که انسان چکار بکنه؟ الله را در قلب خود جای بده. به اون خاطر است که ما نمونه های زیادی میبینیم که با همین وقتی که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحنه های بسیار شدید قتال وقتی که میان داخل میشوند، و همو است که او ایمان را که به الله متعال دارن سبب شده که ترس همه چیز از بین بره و ترس الله در قلب از اونها جای گرفته. یک مقوله مشهور از امام ابن تیمیه رحمت الله علیه است که میگه وقتی که برازو میگوین که تو با این کارهایی را که انجام میدی، با این گپایی را که میگویی، دشمن تو یا این مغولی که از تاتار هسته و او دستگاه حکومتی که در او وقت بر خلاف از او بود، اینا برای تو آسیب میرسن، برازو میگه دشمنان ما با ما چه کار خواهند کرد؟ میگه باغ و بستان ما در قلب من است، با ما چه کار میکنن؟ آیا مرا میکشن؟ خو کشتن ما قتل ما شهادت برای من. آیا مرا در زندان میاندازن که زندان خلوتی هست که با خدای خود خلوت میکنم؟ آیا مرا از این زمین سرزمین تبعید میکنن به جای دیگر روان میکنن؟ او یک سیر و سیاحت است در زمین الله متعال که میکنم. انسان با خدا، انسان ربانی، انسانی که ایمان داره، باغ و بستان از او در قلب از او هست، هیچ کس از او نمیتونه بگیره، چون همه زندگی از او الله هست، یاد الله هست. و این مسائلی هست که به او ما میتونیم نمونه های زیادی در تاریخ اسلام به او سر بخوریم. قضیه دیگه که از ویژگی های از ایمان هسته، تشویق بر کارهای نیک هسته. ایمان انسان به کار نیک تشویق میکنه، همیشه بر اعمال نیک خود افزوده میکنه. سوره عصر که در حقیقت لب و لباب این زندگی رو برای شما چی میکنه، الله متعال میفهمه که والعصر، سوگند به عصر، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران هسته، کل انسان در خسران است، مگر
الا الذين امنوا کسانی که ایمان آوردند و عامل الصالحات اعمال صالح انجام دادند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کار نیک، به هر کار نیکی، به هر حقی که هست چکار میکنن؟ همدیگر وصیت میکنن، توصیه میکنن، سفارش میکنن، امر به معروف میکنن و تواصل به صبر همدیگر بر تحمل رنج ها و مشقت ها و مشکلات و ای همه رنج های زندگی همدیگر توصیه میکنن. این نمونه دیگه از ایمان راستین هست که انسانی که ایمان واقعی در قلب از او جای گرفت همیشه در حال افزودن از این نیکی ها هست و خودم تشویق بر کار نیک است که همیشه کار نیک را انجام بده و دیگران هم به این کار دعوت میکنه. و چهارمین ویژگی که داره محبت نهایی با الله متعال است، محبت با رسول الله هسته و محبت با مؤمنان هسته. این یکی دیگه از نشانه های یا ویژگی های ایمان راستین هسته. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان. حلاوت ایمان، شیرینی ایمان وقتی که در کسی سه ویژگی باشه او را میچشه. من کان الله و رسوله احب الیه مما سواهما. کسی که الله و رسول الله از همه چیز برای از او دوست داشتنی تر بود او انسان میتونه چکار بکنه؟ حلاوت ایمان بشه. لذا ایمان، حلاوت ایمان چشیدن یعنی ایمان راستین داشتن. وقتی که شما ایمان راستین داشته باشین قضیه معکوس از او، ایمان راستین داشته باشین با الله محبت دارین، با رسول الله محبت دارین. و کسی که با الله محبت دارین، الله متعال گفته ان کنتم تحبون الله در قرآن کریم ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی کسی که الله رو دوست می داشته باشه او رو چی میگه؟ میگه اتباع پیامبر بکنید. کسی که اتباع پیامبر الله متعال هم او رو دوست می داشته باشه و این یک چیزی معادله دو جانبه می باشه. و من احب عبدا لا یحبه الا لله عز و جل. و دومین کسی است که یک بنده را فقط و فقط به خاطر الله دوست داشته باشه. هر مردی، هر انسانی، هر زن و مردی که باشه که کسی را به خاطر الله دوست می داشته باشه او در حقیقت چیکار میکنه؟ او از جمله کسایی است که حلاوت و ایمان می چشه. و من یکره ان یعود فی الکفر بعد اذا انقضه الله منه کما یکره ان یلقى فی النار. و کسی که از بازگشت به کفر بد ببره، نفرت داشته باشه به خاطر از این که آنچنان بد میبره بعد از این که الله متعال او را نجات داده به مانند از این که در آتش انداخته شده. این حقیقت اون محبتی هست که ایمان راستین برای انسان میبخشه. وقتی که انسان ایمان راستین داشت از اینها میباشه. و در حدیث دیگه که آمده، حدیث مشهوری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. از او جمله کسانی که یاد میشه و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه. دو انسانی که با هم دیگر به خاطر الله محبت میورزند از او جمله کسانی هستند. یکی از نشانه های ایمان، ویژگی های ایمان همی است که انسان چکار بکنه؟ با الله و رسول از او و مؤمنان محبت میباشه. محبت از او با خدا هست، با رسول هست و با مؤمنین میباشه. ای بود برخی از او ویژگی های ایمان راستین. ایمان راستین اما طوری که قوت پیدا میکنه با همین کارهای نیک، با اعمال شایسته و بر مداومت و استمرار ذکر الله متعال ای همونطور قوی میباشه، ضعیف هم میشه. قبل از قوت به عوامل ضعف اشاره میکنیم. عوامل ضعف ایمان در آغاز ضعف اخلاق هسته. استاد بیشتر یا در چندین چی هست که جناب دکتر صاحب عاطف برای ما و شما قضایای اخلاقی رو بیان میکنن. توجه به قضایای اخلاقی سبب چی میشه؟ قوت ایمان راستین انسان میشه. و عدم توجه به این ضعف اخلاق سبب ضعف ایمان میشه. به خاطر از این که ما در احادیث زیادی داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. یکی از او چیزهایی که از جمله نکته‌های عمده اخلاقی هست که انسان او چیزی را که برای خود دوست می‌داره برای برادر خودم دوست داشته باشه.
ای اگر ضعیف می شود این نکته اخلاقی در انسان وجود نمی داشته باشه، همیشه خودخواهی و خودپسندی و همه چیز برای خود می خواهد، که سرآغاز همه منشأ همه گمی گرفتاری هایی که ما شما امروز داریم همین مسائل است که هر کس می خواهد چگونه منفعت از او حاصل شود و به قصه و یا برای از او اهمیت نداره طرف مقابل از او که چی مشکلی داره یا حق از او ضایع می شود یا نمی شود. به این ترتیب ضعف اخلاق سبب از این میشه که ایمان انسان ضعیف بشه. و در جای دیگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، یکی از صفات عمده دیگه اخلاقی اکرام ضعیف چی میکنه؟ کسی که این صفات اخلاقی نداشت و به ضعف گرایی طبعا ایمان از او ضعیف میشه. و در از این مسائل احادیث بسیار زیادی هست که هر جنبه از جوانب اخلاقی رو که توجه انسان به او میکنه سبب چی میشه؟ افزایش و سبب بالا رفتن و سبب قوت ایمان میشه. و هر قضیه‌ای که ما او را در نظر نگیریم و نظر انداز کنیم و به او اهمیت ندیم سبب ضعف از او میشه. در حدیثی آمده که دخلت امرأت فی هره ربطتها فلا هی اطعمتها ولا هی ارسلتها تأکل من خشاش الارض حتی ماتت. زنی بخاطر یک پیشک بچی به دوزخ میره، به جهنم میره، به خاطر که او رو بسته کرده بود، نه طعام داده بود و نه گذاشته بود که خود از او طعام خود پیدا بکنه. به این ترتیب انسان وقتی که از نوعی اخلاقی به اندازه بگرده که آزار از او به دیگرها میرسه، چی رسه به انسان، به حیوان آزار برسانه، او سبب چی میشه؟ و در نقطه مقابل از او بود، او انسانی که یک کلب را آب میده با سبب چی میشه؟ نجات و رهایی از او میشه. به هر ترتیب هر نکته اخلاقی سبب توجه به نکته اخلاقی سبب قوت ایمان و عدم توجه به نکته های اخلاقی سبب ضعف ایمان می شود. دومین قضیه که سبب ضعف ایمان می شود کم بودن خوف و یا ترس از الله متعال. انسان باک نداره، ترسی نداره که در یک امر حرام واقع می شود یا نمی شود. چطور در امر حرام واقع می شود؟ در امور مشبوه داخل می شود یا در اون چیزهایی که تردید از شک است که داخل می شود یا نمی شود. به اون خاطر در احادیثی که آمده پیامبر صلی الله علیه و آله میگن دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الصدق طمأنینة و ان الکذب ریبة. احادیثی که در سنن ترمذی آمده او چیزی که تو را به شک می اندازه او را چکار کن؟ ترک کن. به او چیزی کنه وقتی که قضیه رو دیدین شک داشتین کمی کار درست است یا درست نیست خو انجام ندید. این کمال ایمان هست، کمال ایمان است. ولیکن اگه انسان در عموم مشکوک داخل شود، در عموم حدیث مشهور است که الحلال بین و الحرام بین و بین ما امور مشتبهات، حلال واضح است، حرام واضح است، بین از امور مشتبه است. پیامبر صلی الله علیه و آله مثال زدن به مانند یک چوپان که وقتی که میره در یک جایی که گوسفندای خود میچرانه، در اون مناطقی که قروق است یا مناطقی است که ممنوع است داخل شدن در اونها، اگر در اون مناطق گوسفند خود در کنار مرز، در کنار زمین اون نفری که برای از او اجازه نیست او رو میچرانه، شک است که داخل شده به او. و او در حقیقت کسی که در امور مشبوهه هم داخل میشوه به همین مانند است، به این معنا که امکان داره که در حرام داخل بشه. و قضیه دیگه ای که هست، روز قیامت در حقیقت مفلس واقعی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث به این شکل بیان میکنن که مفلس واقعی، انسان نادار واقعی که هیچ چیزی رو با خود نداره و مفلس است، کسی است در روز قیامت که او انسان آمده با اعمال نیک و اعمال زشت، ولیکن به خاطر همین اعمال زشتی که انجام داده، اگه غیبت کرده، اگه فلان کرده، کاری کرده، از نکات ثواب های از او، از امور خیر از او، ثواب های از او یک یکی گرفته میشه در بدل از او که بالاخره هیچ بر از او نمیمانه و بالاخره سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که انسان هیچ گونه عملی را نداشته باشه که به پیشگاه خداوند عرض بکنه، به خاطر که کل او اعمال نیکی را که انجام داده در بدل او اعمالی که
بعدی که بوده اونها از بین رفته و این در حقیقت مفلس واقعی باقی مانده. و به این ترتیب انسان باید متوجه از این نکته باشه که از این قضیه کل از این اعمال به این ربط داره که اگر ترس الله و خوفی از الله در قلب انسان وجود داشته باشه، او را از این کارها منع می سازه، او را منع می سازه از ارتکاب یک عملی که مبادا به چی داخل شود؟ به یک عمل داخل شود که او حرام باشه. این خوف فایده از او به ای هسته. وقتی که خوف از الله متعال کم میشه و این انسان کم کم بیباک میشه، هر عمل را انجام میده بعنوان از اینکه این مشکل نداره، این عمل هم مشکل نداره، این مشکل نداره، بالاخره او را چکار میکنه؟ او را به امور حرام واقعی نزدیک میکنه و در او داخل میکنه. و علل ضعف ایمان مغرور شدن به این دنیا هست، به این مال دنیا هست. الله متعال حقیقت از این دنیا را بیان میکنه که وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. حقيقت زندگی دنیا چیزی نیست جز چی؟ جز یک لهو، یک بازی، یک لعب است. و ان الدار الآخرة لهي الحيوان. حیات واقعی، زندگی واقعی، زندگی آخرت است. انسان مسلمان باید این نکته را به یقین بفهمه که ما در این دنیا فقط برای یک چند لحظه آمدم. این لحظات ما معلوم نیست بر من و نه برای هیچ انسانی که من چقدر امی لحظات من در این دنیا هست، ولیکن چیزی که ثابت هست، واقعی هست و همه یقین دارن این است که رفتن خو هست، فقط مدت از او معلوم نیست. به این خاطر او باید بدانه که این زندگی هرچی این زرق و برقی که می داشته باشه، هرچی رفاهیتی که داره، نباید دل خود به این چیزهای زودگذر چکار بکنه؟ بسته بکنه. او مطمئن باشه که من از این دنیا میروم، لذا نباید دل خود در این دنیا بگذارم، بلکه دلم، قلبم باید همه مربوط به آخرت باشه، به او سرمنزل مقصود باشه، به او جایی که زندگی همیشگی و جاودان من هست می باشه باید باشم. به او خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که الکیس من دان نفسه. انسان زیرک، انسان عاقل، او انسانی هست که چکار کنه؟ نفس خود بیایه به ارزیابی بگذاره، نفس خود زیر کنترل خود بیاره، نفس خود در زیر تحکم خود داشته باشه، هر جایی که هوا و هوس رفت در پشت از او نره، بلکه او رو باید چکار داشته باشه؟ در دست خود داشته باشه. و عمل لما بعد الموت، و ای برای بعد از مرگ کار انجام بده. هر عملی رو که ما انجام میدیم به مانند یک دانه ای هست که در زمین میکاریم و در آخرت او را درو میکنیم. این دنیا، دنیای مسلمان یک مزرعه هست، یک کشتزار است. هر چیزی را در این میکاره و فصل درو از او بعد از مرگ آغاز میشوه. و العاجز من اتبع نفسه هواها. انسان عاجز در مقابل انسان عاقل و زیرک. انسان عاجز کی است؟ کسی که هوا و هوس خود چکار میکنه؟ نفس از او اتباع میکنه و تمنا علی الله، و بر خداوند چکار میکنه؟ آرزوهای خود چکار میکنه؟ آرزو میکنه که من به این خاطر، یا گاه گاهی میشوه که امو جوانب رحمت که الله متعال چی کرده آنقدر پیش مردم زیاد میشوه که الله متعال مهربان است، میبخشه. الله متعال بدون شک مهربان است، رحیم است، هر کس را میبخشه، ولیکن نباید به اندازه باشه که انسان در مقابل عمل گناه، در مقابل معاصی بیپروا شوه، که این بیپروا شدن سبب از این میشوه که گناهان صغیری از او به کبیره تبدیل شوه. بو خاطر بعضی از علما میگن که کبیره با توبه و با استغفار و اینا کبیره باقی نمیمانه، و صغیره هم با تکرار از او که پی از او هم صغیره میای جمع میشه، صغیره باقی نمیمانه و او به کبیره تبدیل میشه. به او خاطر انسان باید به این مسائل متوجه باشه. دنیا او را نباید فریب بده و مقرور به این زندگی دنیا نباید شوه، و باید چکار بکنه؟ همیشه آخرت در نظر داشته باشه. و یکی از عوامل ضعف همین مغرور شدن به زندگی دنیا است. ترس از قطع شدن رزق یکی دیگه از اسباب ضعف چی است؟
که الله متعال می فرماید که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. شما یکی از عادات و یکی از چیزهایی که در عصر جاهلی وجود داشت که از خاطر فقر و چیز اولادهای خود می کشتن، به او خاطر الله متعال اونا رو چی میکنه که رزق و روزی از اونا به جانب از طرف الله است. در آیه دیگه الله متعال میگه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبندی در روی زمین نیست مگر رزق از او از الله است. این نکته ای است که گاگای از پیش انسان ها چکار میشه؟ برهم میخوره، گدوت میشوه. به این خاطر الله متعال وقتی که برای انسان مسلمان میگه که هدف از خلقت تو عبادت است، تو باید عبادت بکنی. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در مبحث وظیفوی انسان که میشه عبادت الله هسته، ولیکن در بحث رزق و روزی الله متعال او را تأکید کرده که رزق و روزی از جانب الله هسته. به خاطر گاگای انسانی معادلات از پیش از او چکار میخوره؟ برهم میخوره و انقدر در پی رزق و روزی مصروف میشوه، در او هر حرام را مرتکب میشوه تا روزی خدا به دست بیاره، که این سبب چکار میشوه؟ ضعف ایمان میباشه. گناهان اثر بسیار بدی داره بر ایمان و ایمان را ضعیف میکنه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، او چیزی را که برای شما رسیده مصیبت و از خاطر عملی که انجام میدین شما، از او خاطر کاری که انجام دادین، و یعفو عن کثیر، و الله متعال از بسیاری چی است. اینطور نیستم اگر الله متعال در بدل هر عمل گناهی که ما انجام میدادیم عاجل ما را چکار میکرد؟ عذاب میکرد. او خب بسیار وضعیت وخیمی میشد، به او خاطر میگه یعفو عن کثیر. با وجود از او هم اعمالی که بعضی از مصیبت هایی که شما انسان ها دارین از خاطر اعمالی است که شما انجام میدین. به اون خاطر در مورد از این که گناه چی اثری بر ایمان داره، اول خب قسوت قلب پیدا میکنه، سنگ دل میشه انسان نسبت به اطراف خود، نسبت به چی خود. پند و اندرز و موعظه رو نمیز به سختی قبول میکنه. و امام ابن قیم رحمت الله علیه و مجموعی بزرگی از نویسندگان ما که در زهد و تصوف اینا نوشته کردند، در تزکیه اینها در این موارد بسیار توجه کردند. امام ابن قیم رحمت الله علیه در الجواب در کتاب خود الجواب الکافی در اون مورد زیاد مسائل را ذکر کرده که چی آثار گناه داره، که از محرومیت از علم نافع گرفته تا وحشت و غربت میان بنده و الله، که از الله و احساس وحشت میکنه، وحشت نسبت به بنده های نیک خداوند و عدم ارتباط با اونها، تاریکی قلب انسان، سستی قلب، عادت بر معاصی کردن. گناه که انسان میکنه او عادت میکنه بر گناه، و گناه یک گناه دیگر در پی خود میاره. و به او خاطر در روایات آمده که مؤمن گناه خود به مانند یک کوهی تصور میکنه که بر او حال خواهد فرو ریخت، ولیکن انسان کافر یا فاجر کسی است که گناه خود به مثل یک مگس میباشه که وقتی که بشینه او رو دوی طرف میکنه و به او پروایی نداره. به این ترتیب قضایایی هست که باید انسان کوشش بکنه، تلاش بکنه از گناهان دوری بکنه. هر گناهی که انجام میده سبب قسوت قلب و زنگار بر قلب میشه و بالاخره انسان بر اعمال گناه چکار میکنه؟ او رو عادت میده و این سبب میشه که او غیرت قلبم نسبت به گناهان که است، حساسیت قلب نسبت به بدی یک گناه کم 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 میشه، تا این انسان چی میشه؟ به ضعف و در سردو استاد مسئله علم بدون عمل گفتهای ذکر شد، از او تر میشم. کسی که عمل نمی کنه علم رو می آموزه و به او عمل نمی کنه، یا علم به خاطر فخر و تکبر و بر خاطر فخر فروشی می آموزه، ای از اون نکتایی است که سبب ضعف چی می بشه. و ضعف ایمان، عدم درست استفاده از وقت هم یکی از اسباب و یکی از عوامل ضعف ایمان می باشه، که ایمان انسان ضعیف میکنه. و انسان باید از اوقات خود استفاده اعظمی رو بکنه، بفهمه که در چی وقت الله متعال وقتی که ذکر میکنه در قرآن کریم اوقات عمده رو برای ما چی میکنه؟ این قرآن الفجر کان مشهودا، ای در حقیقت برای ما یاد میده، برای ما میآموزانه که در وقت فجر قرآن خواندن ای ثواب و ای ارزش داره.
لذا استفاده از وقت ما رو چی میکنه که در سحرگاه حتما چی و بالاسحار هم یستغفرون، وقتی که میگه اینو ما یاد داشته باشیم که اگه از ویژگی های انسان مؤمن درستی است که در سحرگاه بشینه چیکار بکنه، استغفار الله رو بکنه. او انسان انسانی که شب خود به قیام اللیل میگذرانه، در وقت سحرگاه بعد از عبادتی که انجام میده شروع میکنه به استغفار الله متعال و به الله متعال میگه با وجود از این که من عبادت ها را انجام دادم ولیکن آنچنان که سزاوار تو بود نشد، لذا استغفار میطلبه از الله متعال، مغفرت میخواه، آمرزش میخواه و بعد از او با همو عشق چشم اشکبار چکار میکنه؟ صبح شب خود به صبح میرسانه و از الله متعال میخواهه که او دعای کرده، او عبادت کرده، او را از او قبول بکنه و این در حقیقت استفاده درست از وقت در عبادت میباشه. به همین طریق استفاده درست از وقت در اعمال روز خود، در کارهای زندگی خود، زندگی خود درست بکنه و بر اساس از او به هر پیمانه ای که نظم بیشتر پیدا بکنه وقت انسان، به همون اندازه استفاده درستر از این اوقات میشه و او را سبب نجات و کامیابی از او میشه. ما وقت ما به می اندازه بود و به می اکتفا میکنم. الله متعال برای ما شما توفیق عنایت بده تا بتانیم خود را از همه معاصی و گناهان دور نگه بداریم. ما را توفیق عنایت بکنه که هرگاه خطای را انجام میدهیم و گناهی را مرتکب شدیم به خود بیاییم و استغفار بطلبیم از الله متعال و از جمله از او بندهای باشیم که تذکر فاذا هم مبصرون، وقتی که گناهی را خطای را انجام میدن یک بار بیاد بیا و از الله متعال استغفار بطلبند. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.